طلوع تهران و بوسه‌ای که خبرساز شده. علیرضا جاپلقی پارکورکار جوان به همراه دوست دخترش این ویدیو را روی اینستاگرام منتشر کرده. صحنه کم نظیر و غیر قابل تصور طبق قوانین ایران. علیرضا جاپلقی کار و زندگیش همین است. ویدیوهای او بیش از 100,000 نفر را به صفحه اینستاگرام او کشانده. عملیات اکروباتیک خطرناک در ارتفاعات در افق تهران مشخص است و جوانی که میگوید جرأتش بی همتاست. ورزشی به نام پارکور که در آن حرکات عبور از موانع تمرین می شود. اصلا من اگه نرم تو هالیوود دیگه میرم گوسفند میشم. امکان داره نیست. این هالیوود دقیقاً برمیگرده به همون اولین باری که من فهمیدم پارکور چیه. خوب. یا شاید قبلش هم برمیگشت نمیدونم. خب به بابام گفتم چون 16 سالتم دیگه اونجا دیگه داری یواش یواش میری دوم دبیرستان سوم دبیرستان دیگه یه تایم مهمی تو زندگی داره. آره. میشه. من اون تایم با این ورزش آشنا شدم. 16 سالت دیگه فکر کن تو اول دبیرستان دقیقاً. خب. دومو داری بعد سومو داری وقت کنکور وقت کنکور و آره. بابام گفتم که بابا من میرم هالیوود. گفتش که آخه پسر جون این که نشد راه زندگی. هالیوود تو نمیتونی بری، باید قد بروسلی خفن بشی تا بری. تو هم که بروسلی نمیشی، ولش کن. بار دیگر زندگی زیرزمینی جوانهای ایرانی در فضای مجازی خبرساز شده. درست چند روز پس از آن که رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا گفت که کاربران اینستاگرام در فضای مجازی هم باید با حجاب باشند. او گفته هیچ تفاوتی میان جرایم فضای مجازی و غیر مجازی نیست و تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افراد به گفته او کم فالوورتر وجود ندارد. همه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. نماز با حضور، نماز در اول وقت. دستگیری علیرضا جاپلقی همینطور پس از این تازه‌ترین اظهارات آیت الله خامنه‌ای در گفتگوی اینترنتی با دانشجویان بسیجی درباره به گفته او فاصله گذاری میان مردان و زنان، به خصوص دختر خانم‌ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد در اسلام وجود داره، توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو رعایت کنن. فرسنگ ها فاصله با زندگی این جوان ها. این نخستین باری نیست که مقام های جمهوری اسلامی ایران به سراغ آنچه سالمسازی فضای مجازی میگویند رفتند. در جریان موج پیشین این به گفتی آنها سالمسازی، برخی از مؤثرترین چهره های اینترنتی یا شاخه های اینستاگرامی بازداشت شدند. تصاویر بی حجاب آنها از حساب هایشان حذف شد و مجبور به پوشاندن مو و بدن خود شدند. تو تاتو اینجا دقت کردی دیدی پران با ناخونات راحتی عرض. تراش برای اعمال مقررات فرهنگی در فضایی که در قبضه جوانهایی است که اصلی ترین مقررات و فرهنگ مطلوب حکومت در ایران را نادیده می گیرند. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن. فعلا واقعیت همین است. بوسه در آغوش یار، پیش چشم آفتاب، در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. علی همدانی، بی بی سی. اجازه بی اجازه.